سلام امیدوارم حالتون خوب باشه توی این ویدیو قراره ای که در واقع یاد بگیریم چجوری یک خونه رو توصیف بکنیم دکخیق این مزون این دیالوگ دیالوگ کوتاهی هست اما پر از توضیحاتی که میخوام بهتون بدم توضیحات خیلی مهمیه اولا که دکخیق کردن یا توصیف کردن یک شی یا حتی یک آدم یا یک عکس یک فیلم یک کتاب و غیره بهترین روش برای تقویت مکالمه است یعنی اگر شما بتونید اشیایی که دور براتون هست خونه محله شهر مترو مغازه فروشگاه بازار و غیره رو توصیف بکنید به زبان فرانسه مطمئن باشید که فرانسهتون عالی خواهد شد امروز میخوام یک خونه رو در واقع توصیف کنید دکیق یک دیالوگی هستش که با هم کار میکنیم چه بیت دانزان دو اپخت چه بیت دانزان اپخت دوست دارم با هم صحبت میکنم میگه تو تو یک آپارتمان زندگی کنید ببین من از قصد آپارتمان رو نوشتم اپخت تو زبان محاوره فرانسه اپختمان کمتر میشنوید گرچه گفته میشه ها نه اینکه نگم اما تو زبان محاوره و رایج زبان فرانسه با آپارتمان اپخت اپخت چابی دونز تو حتی بچا تو هم شما نمیشن میگن تبیت 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 دونز تبیت برای چی ما میگیم فرانسوی یا سعی صحبت میکنن به خاطر اینکه کلمات رو خیلی هاشو حذف میکنن خیلی داره با هم دیگه می با همدیگه هم بنابراین شما باید عین خودشون صحبت بکنید که بفهمن شما عین نیتیو ها هستید نفهمن که شما خارجی هستید طبیعی دان پخت حالا جوابش نو جو وی دان دان لا بون پاریزین نا توی یک خونه زندگی میکنم در حومه پاریس جو وی دان ما هم میتونم بگم جبیت دانزون اون مزون هم میتونم بگم جوی دانزون اون مزون اگه با جوی میگم یعنی زندگی کردن عبیت باید بچه کن دقیق کنید ساکن جایی بودن در از در از ساکن جایی بودن اما هم, هم میگم زندگی میکنم جبیت دانزون اون مزون دان لباندیو پقیزین خود لباندیو بچه یک کبه مهندس معنی است یعنی شهرهای اطراف پاریس شهرهای اطراف پاریس که جز پاریس هم محسوب میشن دان پاریزیان پاریزیه صفت پاریه سوال بعدی میگه که دو کوا ایل او دوستش میگه حالا این خونه که تو داری میگی از چه چیزایی تشکیل شده از چه قسمت هایی تشکیل شده دو کوا ایل کمپوزه یعنی ترکیب شده از میگیم اتر اینا رو یادداشت داشت کنید اتر کمپوزه دو کیک شد اتر دو کیک یعنی از چیزی تشکیل شدن حالا مثلا در جواب میتونیم بگیم اوقت رت شوسه ایلیا لا کوزین یعنی در طبقه همکف تا چند تا طبقه بوده ولی خونه است یه خونه میتونه دو طبقه باشه و سه طبقه حتی باشه خیلی شخصی نه آپارتمانی که چند تا همسایه توش باشه او رت شوسه رت این طبقه همکف ایلیا لا کوزین ایلیا لا کوزین یعنی آشپزخونه رو ما داریم La salle à manger. Salle à manger. یعنی سالن غذاخوری یا اتاق غذاخوری. ل خود سالن میشه اتاق پذیرایی یا سالن پذیرایی که مهمون میاد میرم اونجا میشینه. ای la salle de و حمام. از این قسمت ها طبق همکف تشکیل شده. اما قسمت بعدی سوال بعدی میگه که او سون لشامبر کوشه او سون لشامبر اکوشه کجا هستن اتاقهای خواب اتاق خواب میگیم شام کوشه کوشه یعنی خوابیدن شام اتاق اکوشه یعنی برای خوابیدن یعنی اتاق مخصوص خوابیدن ما تو فارسی میگیم اتاق خواب اتاق خواب کجا چون جمعه بچه نمیگیم اوه میگیم اوسون اوسون دقت کنید چرا بعضی ها تو آزمون ها شفایی یا حتی نوشتاری نمره خوب نمیگیرن به خاطر اینکه امتیازاتون هی کم میشه مثلا نمیدونن که وقتی که لشام جمع هست به جای اوه بعد بگیم اوسون یعنی مفرد و مذکر یا حتی مهندس مذکر مز... مفرد و جمع ها رو اصلا رعایت نمی کنید. شما باید رعایت کنید اوسون لشام را کوشه مثلا میگم که لشام دو مپرها ای سی توی او پرومی اتاج لشام یعنی اتاقه مزور اتاق خواب دیگه لشام دو مپرها اتاقه پدر مادرم دارم کن تو زبان فرانسه مون کسره اضافه همین میگم اتاق این ای رو فرانسه معمولا با 90 درصد با دو میگیم حرف اضافه دو پس اتاق پدر مادر من می پرمر یا همون می سی توی اتر سی, سی یعنی واقع شدن در جای اسی تو او یعنی در طبقه اول واقع شده یعنی بالای قتشوسه گفتیم همکپ میشه لو سه. بالایش میشه طبقه اول

در قسمت جلوی خونه سل دو من فخر الامی حالا این سل چه این زمیر اشاره است زمیر اشاره یعنی که شما ببینید من به جای شام دیگه نمیگم لشام دو من فخر خب میگم سل چرا؟ چون شام مهندس از زمیر اشاره سل استفاده میکنیم فکر میکنم که یه ویدیو درست کردم در مورد زمایر اشاره اگر هم درست نکردم حتما درست خواهم کرد بزودی پس به جای لشام که دیگه گفتیم تکرار نمی کنیم ما اینجا زمیرش رو de mon frère et la mienne. یعنی اتاق های داداشم و مال خودم لمین. حالا دقت کنید لمین یعنی اتاق خودم اتاق خودم لمین. این چیه این زمیر ملکیه اینو دیگه یک ویدیو مطمئنا براتون من درست کردم دیگه رو میذارم حتما زمایر اشاره رو ببینید بسیار استفاده میشه تو محاوره Celles de mon frère et la mienne sont à l'arrière de la maison. sont à l'arrière de la maison. Il y a des dartes ce matin. Ils sont sur le devant de la maison. Ils sont à l'arrière de la maison. Sur le bâtiment, tu as un grenier. 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 حالت هشتیه اون اتاق زیر شیرونی میشه میگه انگونیه گونیه چون انگونیه اتاق زیر شیربونی هم داری و من نمیشم وی نمیشم اوه فارسی ما یه بله داریم که میشه وی یه آره داریم که خودمونیه میشه وی اوه وی. 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 وی وی یعنی آره این پختی سر دوده دبرا اینجا خوب گوش کنید این پختی یعنی یه قسمتی از این اتاق زیر شیرونی سر دو یعنی ازش استفاده میشه به عنوان دبغه دبغه رو بهش میگم بچا انباری انباری میشه دبقه بزنین کلمه من براتون توصیف کنم خیلی جالبه ما یه فعلی داریم سده بغسه دو کلکشوز یا سده بغسه دو کلکن یه فعل دو زمیره است یعنی از دست چیزی یا کسی خلاص یه چیزی که شما بهش نیاز نداری یا یه کسی که دوست ندارید ببینید میگه از دست کسی خلاص شدن تو انباری هم معمولا ما وسایلی میذاریم که ممکنه مثلا هر 5 سال یه بار استفاده کنیم ولی چون بالاخره ممکن نیاز نیاز بهش داشته باشیم میذاریم تو یه جایی به نام انباری به همین خاطر دبغه بهش میگن انباری اینجا یه فعل هم یاد دو کیک از دست چیزی خلاص شدن پس میگیم این پختی سرد حالا فعل سرویر دو یعنی به درد چیزی خوردن یعنی ما از یه بخشی از این قونیه که گفتم یعنی اتازه شونی استفاده میکنیم به عنوان انبار این پختی سر دو دبغه لطر پختی یه بخش دیگهش یا یه بخش دیگه این اتاق لوتر پختی داره پیس ما به اتاق هم میگیم پیس نه اتاق خوابا به طور کلی میگیم پیس خب اینجا که اونی اتاق زیشتیمونی اتاق دیگه پس میگیم لوتر پختی داره پیس الا یعنی اون که الا اون که اون پو جوی او ما میتونیم توش پینگ پونگ بازی کنیم لا او که مثلا من میخوام بگم که این دانشگاهی که من توش درس خوندم میگم س لا یا سه لونیورسیته لا او ج اتودیه لا اینجا میگه لطف پارتی دو پیس ای لاو اون پو جوه او پینگ پونگ ما میتونیم پینگ پونگ بازی بکنیم ای لو جردن باغ چی؟ باغ هم دارید این خونتون لو یا همون باغچه چه به حال خودمون لو ای سو تخوف دارم این باغ ما در واقع قرار گرفته در قسمت پشت خونه الاغیه داره میزون که یاد گرفتیم اما به جای ایل سیتوه ا می بگیم ایل سوتخوف ا به جای ایل ا ایل سوتخوف ا این سوتخوف زیاد استفاده کنم سوتخوف یعنی واقع شدن قرار گرفتن قرار داشتن می که باقشه قرار داره در قسمت پشت خونه ایل اسه که و نسبتا هم بزرگ اسه و شبانه یه نسبتا ایل یا این تغس دانزون پختی یعنی توی یه بخشیش توی این با یک تراسی هست il y a une terrasse terrasse un terrasse که در آن او که در آن ضمایر موصولی هم که من کامل توضیح دادم که ویدیوشون هم جلد لینکشو میذارم حتما اونم برید ببینید ما همش از کو نبرد استفاده می‌کنیم یه جایی بعد بگیم او یه جایی بعد بگیم دو یه جایی بعد بگیم کی یه جایی باید بگیم که اینجا میگیم او چون داریم به مکان اشاره می‌کنیم dans پختی او یعنی یک بخشی از این با که در اون او اون فده باربکیو باربکیو یا هم باربکیو یعنی کباب و جوجه این چیزا می‌ذاریم به قول معروف میگه فرق ده باربکیو اون هم اون پیسین ما یه استخری هم داریم که تو همین باغچه یا باخ هست اونا اون این پیسین ا تو تو بو او بوی خالی یعنی در انتها در انتهای باغ حالا تو تا بو یعنی درست دقیقا در انتهای با این تو یعنی درست

فق پوسه یعنی روش دادن پرورش دادن که ما اونجا میکاریم یا پرورش میدیم چه چیزایی رو لگوم سبزیجات منظور از لگوم یعنی مثلا سیب زمینی پیاز گوجه خیار چه میدونم سلوهم ای او و اینکه که در آن مون پر ا انستاله ان پتیت اطولیه. و جایی که در اون پدرم یک کارگاه کوچیک نصب کرده یعنی راه اندازی کرده انستالن اتلیه اتلیه یعنی کارگاه حالا هر کارگاهی بچه‌ها میتونن اتولیه دو پنتیوق داریم، کارگاه نقاشی داریم، اتولیه دو داریم، کارگاه ماشین داریم، ماشین تو می‌خوای اونجا گاراژ و غیره. هر ای میتونه باشه. خب اینم از دیالوگ کوتاه امروز و یه کاری که شما میتونید بکنید اینه که خونه خودتون رو توصیف بکنید. حالا شما تو یک آپارتمان احتمال از زندگی می‌کنید. خب آپارتمان توصیف بکنید. بگید تو چه طبقه ایه؟ بگید که چند تا اتاق خواب داره. چند تا خواب داره از چه قسمت هایی تشکیل شده این از خودتون سوال کنید و به خودتون جواب بدید به فرانسه هر جا که اشکالی داشتی با کمال میل بگذارید توی کامنت ها من بگی که مثلا اگه میخوام بگم این جمله رو چجوری رو باید بگم بذار توی کامنت ها من بهتون جواب خواهم داد خب اینم از ویدیو امروز امیدوارم که قراره که از این دیالوگ ها بیشتر کار کنم اگرم دوست دارید حتما بگید که این کار رو بکنم چون که خیلی واقعا مهم بود که تو زمینه های مختلف در واقع دیالا کوتاه داشته باشیم هم کلمه و جمله یاد بگیریم هم جمله سازی یاد بگیریم همین که فرانسه روز به روز بهتر بشه اوکی جویدی آوا ارد پوشن ویدیو آوا پشانس بانشانس